بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، در خدمت شما هستیم با دوره پرداختن به برخی آیات که اسم برخی از حیوانات در اون ذکر شده، برای اینکه ما بتونیم فرزندان کوچیکیمون رو مشتاق قرآن بکنیم، باید از انواع اسلوب ها استفاده بکنیم. یکی از اسلوب هایی که مناسب خردسالان هست یا حتی بزرگسالان، این که ما به صورت سوالی یا جای خالی آیات رو ارائه بدیم و بعد از اونها بخوایم که مراجعه بکنن به قرآن و نام اون حیوان رو برای ما ذکر بکنن، اون جای خالی رو پر بکنن. لازمش اینه که حداقل یک بار اون آیه رو میخونه و مراجعه میکنه به ترجمه اون آیه، و این یک گامی رو به جلو هست. و ما انشالله امروز این مقاله‌ای که شیخ ایثم سرحان حفظه الله زحمت اون رو کشیدن و به زبان فارسی ترجمه شده، این رو چند آیه از قرآن رو با هم مروری خواهیم کرد. اما ابتداش سوال رو اینجوری مطرح کرده: اسم حیوان یا پرنده رو در جای خالی بگذار. آیه اول: و اذ قال موسی لقومه، آن وقت که موسی به قوم خودش گفت ان الله یأمرکم ان تذبحوا، الله شما را فرمان میدهد اینکه ذبح بکنید. چه چیزی رو ذبح بکنید؟ میریم به ترجمه اینجا نگاه میکنیم: هر آینه خدا شما را به کشتن گاوی دستور میفرماید. لذا اینجا ان تذبحوا بقرتن. آیه دوم: فالتقمه، جای خالی، و هو ملیم، پس او را یعنی یونس علیه السلام را فرو برد، بلعید، و او کاری را انجام داد که موجب ملامت شدنش بود. اینجا جای خالی، اون حیوانی که اون پیامبر رو بلعیده فرو برده چه حیوانی هست؟ در آیه تر ترجمه ذکر شده او را ماهی فرو برد. پس اینجا کلمه حوت، جای خالی رو با کلمه حوت پر میکنیم. سوم: و تفقد الطیر، و احوال مرغان را جستجو کرد. فقال، پس گفت ما لی لا ارا، جای خالی، امکان من الغائبین، پس گفت چیست مرا که جای خالی را نمی بینم. جای خالی اون اسم پرنده هست، یا از غایب شدگان هست. را لا ارا، اینجا جای خالی الهدهد هست، اونجا سلیمان علیه السلام بیان میکنه وقتی که احوال پرندگان رو جستجو میکنه و بررسی میکنه، میبینه پرنده غایب هست، و اینجا میگه مالی لا ارى الهدهد. آیه چارم: فبعث الله، جای خالی، یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوء اخیه، پس خدا اینجا جای خالی رو با چه کلمه پر میکنیم؟ پس خدا زاغی را، یعنی کلاغی رو که در زمین میشه گفت، فرستاد تا بنمایدش چگونه جثه برادر خود را بپوشاند. این قصه فرزندان آدم هست که آن یکی دیگری رو به قتل رسون و نمیدونست چی کار بکنه با جسد اون میت، چه رفتاری رو بکنه. اینجا الله متعال کلاغی رو فرستاد و این آیه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو خبر میده از حادثه.
آیه پنجم قال اینی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یأکله جای خالی و انتم عنه غافلون. گفت هر آینه مرا اندوهگین می کند. کی گفت؟ یعقوب علیه السلام. من رو اندوهگین می کند آن که ببریدش، ان تذهبوا به، و می ترسم از آن که او را گرگ بخورد. و اخاف ان یأکله الذئب، الذئب به معنای گرگ هست، و شما از او بی خبر باشید، غافل باشید، و انتم عنه غافلون. آیه ششم یا ایها، اینجا جای خالی، ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ای مورچگان، بس جای خالی رو با کلمه النمل، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، ای مورچگان به خانه خود در آیید، تا نادانسته شما را سلیمان و لشکرهای او در هم نشکند. آیه هفتم ان هذا اخي له 99 جای خالی، ولی جای خالی، واحده، ای برادر من، این برادر من است، این برادر من است، او راست 99 میش و مرا یک میش است. ان هذا اخي، این برادر من است، له 99 نعجتا ولی نعجت واحده. کلمه نعجه را در جای خالی قرار میدیم. آیه هشتم فمثله کمثل جای خالی، ان تحمل علیه یلهث او تتركه یلهث. پس صفت او مانند صفت سگ هست، اگر مشقت اندازی بر وی، زبان از دهن بیرون افکند، و اگر بگذاری او را نیز بیرون افکند. فمثله کمثل الکلب، اینجا جای خالی رو با کلمه الکلب پر میکنیم. اما آیه 9 الم تر كيف فعل ربك بأصحاب، جای خالی، آیا ندیدی با اهل فیل پروردگار تو چگونه معامله کرد؟ بس به اصحاب فیل، جای خالی رو با کلمه فیل پر میکنیم. آیه 10 که انهم، جای خالی، مستنفره، فرت من، جای خالی، گویا ایشان گورخران رمنده اند که از شیری گریخته باشند. که انهم حمرون، حمر به معنای گورخران هست. مستنفره، فرت من قسوره، جای خالی دوم قسوره هست که به معنای شیر، در زبان عربی یکی از اسمهای شیر قسوره هست. آیه 11 فالقا عصاه فاذا هي، جای خالی، مبین، پس عصای خودش رو انداخت، پس ناگهان آن عصا اژدهایی ظاهر شد. فالقا عصاه فاذا هي ثعبان مبین، اژدهایی ظاهر شد. آیه 12 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل، جای خالی، يحمل أسفارا، مثال آنان که تورات بر آنان تکلیف نهاده شد باز آن را بر نداشتند، مانند مثال خر است که کتاب را حمل می کند. اینجا لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا، جای خالی را با کلمه حمار که در ترجمه مثال خر است رو پر میکنیم.
آیه 13 و یا قوم هذه جای خالی الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. و ای قوم من، این ماده شطوری است که خدا برای شما نشانه ای فرستاده است، پس بگذاریدش تا در زمین خدا بخورد و به وی هیچ ضرری مرسانید. جای خالی رو با کلمه هذه ناقت الله، ناقه به معنی ماده شطور، ناقت الله لکم آیه. آیه 14 هم و اوحى ربک الى جای خالی ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون. و الهام فرستاد پروردگار تو به سوی زنبور عسل که خانه ها از کوه ها و از درختان بساز و از آنچه مردمان بنا می کنند. بس اینجا در جای خالی زنبور عسل که به عربی میشه الى النحل، و اوحى ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. آیه 15 هم فارسلنا عليهم الطوفان، این یک و جای خالی و جای خالی و جای خالی، سه تا جای خالی اینجا قرار داره. و الدم آیات مفصلات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. بس بر ایشان طوفان که اینجا ذکر شد و ملخ و شپش و قورباغه ها و خون را نشانه های واضح کرده شده فرستادیم، پس سرکشی کردند فاستکبروا و قوم گناهکار بودند، مجرم بودند. فارسلنا علیهم الطوفان، این یک. دوم و ملخ، ملخ به عربی میشه الجراد والجراده. جای خالی سوم شپش که به عربی میشه القمله. جای خالی سوم قورباغه ها که به عربی میشه الضفادع الضفادع. بس مجموع آیه اینگونه میشه فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. آية 16 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل جاي خالي اتخذت بيتا. وصف آنان که دوستان گرفتند غیر از خدا همچون داستان عنکبوت است. عنکبوت رو باید در جای خالی قرار بدیم که به عربی هم عنکبوت میشه که مثل عنکبوت اتخذت بیتا. آیه 17 فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم کونوا جای خالی خاسئین. پس چون تکبر کردند از ترک آنچه ایشان را از آن منع کرده شد، گفتیم ایشان را بوزینگان خار شده شوید. کونو قرادتن خاسئین، بوزینه یا قراده که معادلش که همون میمون میشه. کونو قرادتن خاسئین، بوزینگان خار شده شوید. آیه 18 افلا ینظرون الى جای خالی کیف خلقت، آیا به سوی شتران نمی نگرند چگونه آفریده شدند؟ جای خالی رو با کلمه شتران باید پر بکنیم که میشه الابل. افلا ينظرون الى الابل، ما کلمه ای داشتیم در آیات به معنی ناقه، ناقه به معنی شتر ماده بود. اینجا دیگه الابل یکی از اسمهای دیگر شتر هست. آیه 19
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جاي خالي منتشر در حالی که چشمهای ایشان فروهشته باشد آن روز از قبرها بر آیند گویا ایشان ملخ پراکنده اند که انهم اینجا جای خالی رو باید کلمه ملخ رو معادل عربیش بنویسیم معادل قرآنیش بنویسیم که انهم جراد منتشر ما کلمه جراد را در آیه 15 همی که ذکر کردیم داشتیم آیه 20 یوم یکون الناس جای خالی المبثوثی روزی که مردمان مانند پروانه های پراکنده شده باشند پروانه ها رو باید به عربی معادل قرآنیش بنویسیم یوم یکون الناس کل فراش المبثوث الفراش به معنای پروانه هاست آیه 21 من لعنه الله و غضب علیه جعل منهم جای خالی و جای خالی آن بدتر کسی است که او را خدا لعنت کرد و خشم گرفت بر وی و از ایشان بوزینگان و خوکان گردانید جای خالی اول رو باید بوزینه و جای خالی دوم رو خوک قرار بدیم که بوزینه رو ما پشت سر گذاشتیم و در آیه داشتیم قرده و جعل منهم القرده و خوک هم به معنای معادل قرآنیش میشه درادت الخنازیر خنزیر میشه مفردش خنازیر میشه جمعش خوکان جمع هست و جعل منهم القردت والخنازیر آیه 22 فراغ الى اهله فجاء جای خالی سمین پس متوجه شد به سوی اهل خانه خود یعنی رفت خونه خودش بس ابراهیم علیه السلام هست زمانی که مهمان براش اومد متوجه خونه خودش شد رفت خونه خودش پس کباب گوساله فربه آورد برای مهموناش فراغ الى اهلی فجاء گوساله به چی میگن عجل فجاء به عجل سمین آیه 23 فالقاها فاذا هی جای خالی تسعى آنگاه آن را انداخت پس ناگهان ماری شد که میشه تاف فالقاها فاذا هی مارتی میشه حیه فاذا هی حیتون تسعى آیه 24 ثمانیت ازواج من جای خالی اثنین و من جای خالی اثنینی هشت قسم را آفرید از گوسفند دو قسم و از بوز دو قسم خب الضأن میشه گوسفند از ثمانیت ازواج من الضأن اثنین و من المعز اثنین المعز میشه بوز و الضأن میشه گوسفند ثمانیت ازواج من الضأن اثنین و من المعز اثنین آیه 25 ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما جای خالی فما فوقها هر آینه خدا از آن که بزند مثال پشه‌ای و بالاتر از آن شرم نمی کند پس در جای خالی ما معادل قرآنی پشه رو باید بذاریم مثلا ما بعوضا بهش میگن پشه بعوضتن فما فوقها فوقها آیه 26 قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل جای خالی و انا به زعیم گفتن پیمانه پادشاه را گم کرده ایم و برای کسی که بیاوردش یک بار شتر باشد و من به این وعده ضامنم
این داستان برادران یوسف هست، زمانی که پیمانه پادشاه رو دنبالش میگردن در وسایل برادران یوسف و اونها به برادران یوسف میگن که کسی که پیدا بیاردش پیداش کنه یک بار شطور ما بهش زیاده میدیم. و اینجا حمل و پس معادل دیگر شطور رو باید بیان کنیم، حمل و بعیر. پس ما کلمه ابل رو خوندیم، ناقه رو خوندیم، اینجا کلمه سوم از اسمهای شطور رو در این آیه میبینیم که حمل و بعیر و انا به زعیم. آیه 27 انها ترمی بشرر کالقصر کأنه جای خالی صفر. هر آینه آن آتش شراره هایی مانند قصر می افکند، گویا آن شراره ها شتران زردانند. انها ترمی بشرر کالقصر کأنه جمالت صفر، که جمل میشه دوباره از اسمهای شطور و جماله هم جمع هست، شطران صفر، صفر هم زرد هست، که انه جمالتون صفر. آیه 28 قال هی عصای اتوکع علیها و اهش بها على جای خالی ولی فیها مآرب اخرى. گفت این عصای من است، بر آن تکیه می دهم و با آن برای گوسفندان خود برگ می ریزم و مرا در این عصا کارهای دیگر نیز هست. و اهش بها على گوسفندان چی میشه؟ غنم. و اهش بها على غنمی ولی فیها مآرب اخرى. آیه 29 ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا جاي خالي ولو اجتمعوا له. هر آینه آنان که به جای خدا میخوانید هرگز مگسی را نمیتوانند آفرید، اگرچه برای آن همگی جمع شوند. لن يخلقوا معادل مگس به عربی میشه ذباب. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. آیه 30 و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط جای خالی ترهبون به عدو الله و عدوكم. و ای مسلمانان، برای مقابله ایشان آنچه توانید از توانایی مهیا سازید و از آماده داشتن اسب ها که به آن دشمن خدا و دشمن خیش را می ترسانید. من رباط، که اسب ها ما باید در جای خالی بذاریم، من رباط الخیل. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوكم. 30 آیه به پایان رسید و امیدواریم که این اسلوب رو برای بچه هامون به کار بگیریم، این سوالات رو مطرح بکنیم، میتونیم یک آیه دو آیه تو روز برای فرزندامون قرائت کنیم، جای خالی بذاریم و بگیم در قرآن این کجا اومده و چه کلمه مناسبش هست و جایزه ای رو برای فرزندانمون تعیین بکنیم، تا اینکه روز به روز علاقه و شوق به قرآن در فرزندان ما بیشتر و بیشتر میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.